اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عليكم عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران عزیزم آرزوی قبولی عزاداری ها ما دو شب قبل راجع به این صحبت کردیم که چقدر قصه کربلا متفاوته چقدر منحصر به فرده چقدر ویژه است و چقدر آموزنده است برای آدمهایی که میخوان فرصت شناسی و زمان شناسی رو علل خصوص یاد بگیرن میخوان متفاوت باشن میخوان تو مسیر هستی تأثیر گذار باشن نمیخوان یه آدم عادی باشن که به دنیا اومده حالای خورده قد کشیده یه ازدواج هم کرده و یه زاد و ولدی هم میکنه و آخرش مفته میمیره بود و نبودش هیچ فرقی با حال هستی نداره که متاسفانه خیلی ها اینجوری یاد میده که میتونی تا عبد زنده بشین میتونی حیات داشته باشین شما کدام آدم رو میشنسید که از دنیا رفته باشه و بتونه این همه آدم جمع کنه نمیتونید پیدا کنید کدوم آدمی رو میشناسید که 1400 سال پیش از دنیا رفته باشه و یه جوری براش عشق بریزن که انگار جوون دست دادن یعنی موثر دیگه نه فقط ما هر کی باش آشنا میشه نه چون ما از بچگی تو این فضا رشد کردیم و احتمالا مثلا یه علقه یه روانی داریم نه اینطور نیست شاید شما زیاد به تورتون نخورده باشه بنده و با خیلی با این مستفسرین سر و کله میزنم کسایی که شیعه شدن تو 50 سالگی شیعه شده 40 سالگی شیعه شده 20 سالگی شیعه شده اصلا انگار از بچگی همینطور آ... شیعه است انگار از بچگی پا است و دیشب تا اینجا اومدیم که بعضیا در طول تاریخ نفهمیدن چه جایگاهی دارن مثلا اون احمقی رو فرض کنید که همزمان با 5 تن آلبا داشته زندگی میکرد از چهارده معصوم همزمان 5 تاشون رو میتونسته ببینه بعد بود و نبود و اون 5 تن تو زندگی این آدم چه اثری داشته هیچی مخالفت هم کرده اقدام به شهادتشون هم کرده یعنی این طرف ماجرا ببینیم دیگه و یه پیرمرد من برای شما مثال بزنم خیلی حرفه یه پیرمرد که دینی نمونده بود تقریبا تو جهان معروف اون موقع ایشون سرک نکشیده باشه توش روز بهنامی خیلی سنش از پیامبر بالاتر بود بیشتر بود مسنتر بود بر مبنای همون نشانه هایی که شنا داشت با خبر شد که اه در شبه جزیره عربستان فرد ادعای پیامبری کرده میخوره نشونه هاش به اون چیزایی که داره آقا شما نمیدونید در مورد عربستان موقع ما داریم صحبت کنیم راجع به چی حرف میزنیم بارها گفتم ما در زمان هخامنشیان خواستیم رفتیم شمال آفریقا رو گرفتیم مصر رو رفتیم گرفتیم از شبه جزیره عربستان رد نشدیم دور زدیم یعنی حتی اخامن حاضر نبودن اسباشونتون رو تون بیابونا بندازن فاقد هر گونه تمدن یه جنوب خورده یمن متمدن بود یه خوردم شمالش که به شامات میخورد خبری نبود یه با شطور چرون نه من نمیگم امیر المومنین میفرماد میفرماد یادتان رفته است از،, از چاله های آب میخوردید که شطورانتان در آن ادرار میکردند مورخین میگن میگشتی تو کل شبه جزیره عربستان 17 نفر فقط سواد داشتن <applause> نه توی کوچه یه شهر تو کل اون منطقه 17 نفر فقط سواد داشتن بعد با خبر میشه اون پیامبر در آنجا ظهور کرده و با اون سن و سال خودت از ایران برسونی و لقب بگیری سلمان ببین یه نفر اونجا عموی پیغمبره نمیفهمه فهمه نمی بینه یک نفر توی جغرافی های دیگه داره زندگی میکنه بلند میشه میره خب بابا این آدما با هم فرق دارن اصلا کربلا میخواد به ما درس بده که بابا این صحنه رو میبینید عرصه رو میبینید آدما با هم فرق دارن شما شما خودتونید انتخاب میکنید کدوم یکی باشید خدا یک سری زمانهای فرصتهای تلایی فراهم میره و ده استفاده نمی ازش بهره نبردن عرض کردم قوم موسی قرآن میفهند نحن فضلنا کنند الالمین با شما رو ما فضیلت دادیم بر کل انسان های زمین شما یهودی ها رو شما قوم برگزیده شدید از بین شما پیامبر ما فرستادیم و این نعمت رو به شما دادیم که شما نیروهای ویژه و کمانده های من خدا رو زمین باشید معموریت من پیش ببرید این رسالت بر گرده و گردن و عهده شما باشه چیکار کردن؟ به قتل امول انبیا تا تونستن پیغمبر کشتن و یختلون النبیین بالغیر الحق یه بین و یه بین و یه ساعت یه ساعت و نیم پنجات تا هفتات تا پیغمبر سر بریدن و شما فکر نکنید جامعه اسلامی متفاوت شد بعد خدا این بار و امانت رو گذاشت بر دوش مسلمان ها و این هم همون کارو کردن اونا پیغمبر کشتن چون پیغمبر دم دستشون بود اینا نتونستن بکشن چون دیگه آخرین پیامبر اومده بود اعمه رو به شهادت رسوندن اونا یحیار رو سر بریدن یا عبدالله رو سر بریدن و خداوند سوره معاده فرمود و من یرتد من کمان دینه اگه شما مرتد بشید از این دین برگردید رو بذارید زمین بگید ما خدا علاف شما ها نمیمونه فسوف الله تا آینده دور یه قومی رو میاره که اونا کننده این کارن یا جاهدون فی سبیل الله ولا یا خافون لومت اینا از سرزنش و حرف و حدیث و مسخره شدن ترسی ندارن جهاد میکنن در راه خدا بیاید و ببینید و به شماها اسلام درست رو یاد میدن همینا یؤمنون به سواد علا بیاز ایمان میارن به جوهر شما از دولب پیامبر من کنتو و مولا فعاز و مولا و شنیدید زدید زیرش اونا رو کتاب میخونن بهش ایمان میارن فرق ایناست دیگه ما بعضی موقع میخوام بگم تو زندگی همون تو این 60-70 سال عمری که میخوایم بکنیم یه جایی دریچه باز میشه که آقا مثل تیرک تک تیرانداز باید تیرو بزنی کی میتونه اون موقع شناسایی کنه اون کسی که اینجوری بار اومده یه بند بر ما تعریف میکرد از این نیروهای زبده نظامی ما بود که سالها مدت سوریه بود و, و واقعا من خودم و دوستانی که مثلا اینطور دیدم یا نظیره ایشون ندیده بودم تا حالا ایشون میگفت ما اوایل که رفته بودیم دوره یه فرماندهی داشتیم یه استادی داشتیم ایشون میومد از صبح تا غروب با اسلحه خالی با ما اسلحه کشیدن یاد میداد و چجوری اسلحه رو تو اسلحه کمری چجوری تو دست باید بگیری چجوری هدف بگیری چجوری شلیک کنی میگفت آدم غروب یه گلوله به اون میداد می گفت تمام اون آموزش ها ده ساعت دوازده ساعت آموزش شما می گفت دوست داشتیم با این گلوله پرواز کنیم سمت سیبل کسی که یه عمر درست آموزش دیده سبک زندگیش درست بوده اون لحظه به زنگاه ها رو میتونه درست تصمیم بگیره و الله اینجوری هم که باشه که عدالت خدا کجا بود کسی که یه عمر عدالت خواه بوده قدر امیر المومنین میدونه کسی یه عمر حق طلبی کرده میشه سلمان فارسی میگم دینی نمونده الا اینکه بری سرک بکشه ببینه بر یا نه سلمان قبل از آشنایی با پیامبر اگه میمرد به مرگ جاهلیت مرده بود تو پیری دیگه تعارف نداریم آخرین دینی هم که توش بود فکر کنم مزدکی شده بود بعد از زرتشتیگری در ایران دو تا دین انحرافی حالا زرتشتیان به اینا انحرافی ساخته شدن به اسم مانوی ها و مزدکی ها حتی زمانی که اعراب حمله کردن به جنگ در بین اعراب و ایران خود زرتشتی ها به مسلمان ها میگفتن که هر جا مزدکی و مانوی دیدید پیدا کردید بکشید که اینا اهل کتاب هم نیستن اینا زرتشتی هم نیستن ما هم قبولشون نداریم با پیامبر آشنا میشه متحول میشه و قدر رو میدونه یعنی شما میتونید چی؟ توی هشتاد سالگی متحول شد تو هفتاد سالگی متحول شد خدا میخره اینو شست هفتاد سال هم بند خوده داشته گرامی گرفته تمرین میکرده از سر مرز نبوده حق و نخواد واقعا دنبال داشته میگشته نه لا علیمون به ذات صدور خدا تعدیلار خبر داره که چه خبره حالا اینو گفتم بعضی همون نفهمیدن ما انقلاب کردیم چی بود اصلا چون اولا شاه ها میخواستیم بندازیم بیرون خب شاه انداختی بیرون دیگه و تموم شد دیگه اما سال اما پنجا قبل اینکه تو بری انقلاب شکل بگیرد شاه که در رفته بود از دیماه رفت یعنی یعنی فهمشون این بود که خب انقلاب میکنیم زن شاه دیگه کلش لخ نباشه عجب نکته مهمی ما خودمون نمیدیم چیکار کردیم بارها گفتم ریچارد نیکسون که معروف،, معروف حضورتون هست دیگه رئیس جمهور آمریکا هم شده میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی که اینا آوردن برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم است یه شوروی که موشکای اتمی تا تو کوبا میخه گوش ما اونو ولش کن نصف دنیا رو گرفت ولش کن نصف اروپا رو گرفت اهمیتی نداره اینا خطرناک شدن او خدا وکیلی چمو خطرناک تر ما چیکار کردیم خودمونم نمیدونیم بلکه نمیدونیم جایگاهمون کجاست فلزا چه من و توی مردم عادی باشیم چه مسئولین محترم باشن خطا میکنیم به طرف خودکار چند میلیون تومانی دادن شروع کرد باش چای شیرین هم زدن گل خوب و نمیشه هم زد چای نمیشه هم زد اما این کارش این نیست جورج شولز استراتژیست معروف آمریکایی وزیر خزانه داری وزیر دارایی خزانه داری متحده دولت ریگان انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخان است تمدن غرب از 2000 سال پیش از هرچی شروع کردیم از زمان یونان و اسکندر و چیه تا الان ما دشمنی به خطرناکتری همین و, هم و نداشتیم او با ماه با کیه او برای چی برای که ما خودمونم نفهمیدیم چه حرفی زدیم بر دنیا یعنی واقعا اینقدر برای مردم دنیا مثلا بیرون ناختن شما مهم بوده دو هزار تا این شاه این کره زمین دارن فساد میکنن اینجا داخل پرانتزی بحثی رو ترخ کنم براتون چند وقت پیشم برای این ایرانی مقیم اروپا یه جلسه لایو اینترنتش میخوره روش بحث کنیم خوره مفصل تر بحث کنیم ببین عزیز من دیشبم گفتم گفتم تا قبل از رنسانس مسیحیت دنبال بندگیش بود یه بندگی کجوکله دنیا رو ول کرده بود امیالی رو که خدا هدیه داده به بشر به رسمیت نمیشناخت شیطانی میدونست مل جنسی رو شیطانی میدونست دیوونه بودن دیگه قدرت رو به رسمیت نمیشناختن از خرد و علم استفاده نمیکردن گالیله بدبخ برگشت گفتش که آقا احتمالا این زمین دور خورشید داره میچرخه نه خورشید دور زمین گفتن بگید آتیشش بدید از ترسش حرفش بس کرد تدلش که بر که بعد دیگه دوره رونسانس شد گرفت گفتن آقای دین برو تو خونه پدر ما رو در آورده بودی بندگی تمام زندگی شروع شده عشق و اقتصاد شد مبنا پارسال کلی حرف زدیم راجع بشه و تا الان با همین دستورمون برمون اومده. اینجا میخوام یه بحثی رو مثلا کنم شما تو آخر زمان خیلی راجب دجال شنیدید ما دجال چیه میگه چه چش داره وسط پیشونیشه بعد نمیگه یه چش داره وسط پیشونیشه میگه که ببین میگه دو تا چش داره بعد یکیش کوره اونی که سالمه وسط پیشونیشه پچه رو گفتی از اول دوتا چش داره آه از اول گفتی یه تک چش وسط پیشونیشه دیگه اونی که کوره مثلا رو پیشونیش نیست رو, رو چونشه کجاشه تقارن داشته باشه تو صورت بعد مردم هم جزم میکنه بعد این هم جونوری میبینن چیچو جذبش میشن نمیترسن اولا نکته این که روایت مربوط به دجال ما در شیعه خیلی کم داریم در اهل سنت زیاده اهل سنت هم متأثر از مسیحیت بودن ریشه دجال تو بین یهودی ها و مسیحی هست الان خصوص مسیحیت نکته اول بدونید اگر هم در بین اهل سنت وارد شده اسرائیلیات اما هایی که اصلا دجال هیچی نه اینم نیست میخوام بگم انقدر نیست این چیزی که انقدر زیاده بیشتر مال اهل سنت و هم از مسیحیت گرفتن مسیحی که مسلمون می شدن می قصه ها رو برای اینا می گفتن اینا خوششون می ماد. چون دیگه عهد عتیق و عهد جدید بیسش روی قصه است همش قصه داره تعریف میکنه حالا برای زمانی که نه رسانه بوده نه درسی بوده نه تحصیلاتی ب... شما اصلا باید یه سری مفاهیم با قصه و داستان انتقال میدادی دیگه دجال اطمانه ریشه ای فارسی آرامی داره یعنی زد ایل داج یعنی زد تو فارسی هم دوش یا دوج یعنی زد دوش نام, زده. نام زد نام دشمن زد من در ایل یعنی خدا دیگه جبرائیل میکائیل این ایلش یعنی خدا دجال یعنی زد خدا بیش از سی بار تو انجیل استفاده شد بیش از سی بار از خود مسیحا بپرسی میگم پنج بار چهار بار مفرد استفاده شده که همش هم تو رساله اول و دوم یوحنا یه دونش هم به صورت جمع استفاده شده خودشون نمیدونن تو انجیل چند بار دجال استفاده شده چرا چون بندگان خدا انجیل رو فارسی میخونن تهش انگلیسی میخونن با لحظت مسیح انگلیسی حرف نمیزده و حواریونش هم انگلیسی حرف نمیزدن به زبان آرامی حرف میزدن این اینی که من شما قرآن رو عربیش رو ببوسیم بذاریم که نه فارسیش فقط بخونیم بعد بستگی داره به این که مترجم حال کرده چه کلمه رو چجوری ترجمه کنه جناب مترجم از 35 6 باری که دجال در انجیل استفاده شده حال کرده 4 بارشو دجال نوشته بقیه‌شو حال نکرده به نویسه. یه دیشو نوشته دروغگو یه دیشو نوشته دشمن خدا متوجه شدید انگار که مثلا یه نفر داره مثلا ترجمه می‌کنه چی بگیم مثلا چند جا صفتی تر مثلا میگه علی رو چند جا بگه اسم علی چند جا بگه علی بزرگ بعد ببینید بقیه این کتاب چه خبره میگم بابا دیگه لاغل آخونداتون که دیگه بعد بلد باشن زبان آرامی رو به زبانی که حضرت مسیح حرف میزده که بفهمید چی چی گفته آخونداشون هم بلد نیستن اینه که مثلا آخوندهای ما بلد نباشن عربی من قرآنی به من شما فارسی بخونم بعد مثلا یه کلمه برسن بگن مثلا در اینجا گفته است بسیاری از مردمان یا آقا بسیار بگن کلمه بسیار بحث کن و اصلا عربیش چی بوده مثلا کثیر بوده فلان بوده میخوام میگم اینجوری تا همین حد تو هپرود ما هم داریم آقا هر پیامبر یه دجالی داره دشمن خدای وجود داره همیشه هست تا شیطان هست همین مونتا دجال پیغمبر پیامبر آخر زمان او قدرت منتری نشونه اینا میدونیم هر چی تو آخر زمان پیش میریم کفر و فساد و اوسیان و فسق و فجور هم بیشتر میشه این دجال چیه همه چی گفتن بعضی گفتن ها همین تلویزیون تک چشمه داره با رسانه مردم اونم نابود میکنه بعضی گفتن دجال نیست دیجیتاله نمیدونم چی چی این شبکه های اجتماعی هر کسی از زن خود شد یا اون چیزی که بنده دارم میگم من دجال رو یک جریان میدونم دجال فرد نیه دنبال آدم میدونم چشم وسط پیشونیش من مثلا یه بیماری هست که این جمجمه مشکل پیدا میکنه طرف دو دوتا چشمش بسیار و هم نزدیک میشه شبیه چشم به نظر میرسه و این بچه هم زنده نمونه میمیرن خیلی هم اسمش سخته بیماری هر چی سعی کردم نتونستم زمین پس کنم بری سرچ کنیم آو دجال در کجا به دنیا آمده هست اسرائیلی ها او را دارن نگه میدارن تا او را ب... اینا شروره دجال یه جریان فکریه یعنی چی اینو من که حل کنم بازش کنم میخوام اول ما باید یه خورده فهم قرآنیمون بره بالا قرآن یه سری استعاره ها داره مثلا دیدید دو تا فضا روشن میکنه برای ما فضای نور ظلمت بعد ذیل این شروع میکنه مبانی رو به ما آموزش دادن از اهل بیت و انبیا میخواد صحبت کنه ذیل فضای نور از تاغوت و شیطان و کف زیل فضای چی؟ ظلمت یخرجون من نور الا الظلمات که النار و نار هم فیها خالدون جهنم یا ظلمت به اشتیاب همین یه فضای دیگه هم داره راست و چپ راست نماد سعادت و آخرته چپ نماد چی؟ بدبختی بیچارگی جهنم و فقط دنیایی و اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه یاران دست راستی نه که مثلا راست دستا چپ دستا ببرن جهنم و اصحاب المشمع ما اصحاب المشمع شما میدونید می اینا کیه چپ و راست یا مثلا سوره حاقه میگه و اما من اوت یا کتابه به یمینه خوش بالون اون کسی که کتابشو نوشتهشو پروندهشو بزنه دست راستش فیقول ها مقرعو کتابیه داد میزنه به کل محشر میگه آقا پا کارنامه ما رو بلند بخون همه نمره اون هم 20 و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه اون ای این چپ و راست رو تعریف میکنه بعد میاد چشم رو تعریف میکنه بینایی یا نابینایی از نظر خدا تو قرآن الزامن این بینایی یا نابینایی فیزیکی روشندل بودن نیست آی قرآن و من کان فی هذه اعما هر کس تو این دنیا کور باشه فهو في الآخرة عامه و أضل و سبیلا. تو آخرت هم کوره اوزاش هم بدتره اونجا گمراه تره اونجا سختر میتونه را پیدا کنه خب قطعا که منظور این نابینایی ظاهر نیست میگه اگه تو این دنیا حقایق رو ندیدی درست شد پس چشم نماد بسیرت و فهم حقیقته اینجا نهیدی اون به درد نمیخور از همین جاست بار تو میبندی میبری اونور این دو تا که کنار هم دیگه میذاری حالا ز میفهمی میگه عین هول در مورد دجال عینه هول یمنا راستش ممسوحه پس چش نماد آخره فهم و راست نماد آخرت چشم آخرت بینش محس شده است ازش گرفتن ول اخرى اون یکی میشه چشم چی؟ چپ فی جبحتهی وسط پیشونیشه وسط میشونیشه چیه؟ یعنی درکش مغز این همین میفهمه یعنی چشم دنیابین خب آدم عاقل چند تا باید داشته باشه؟ از این جهت دو تو. یعنی هم دنیا رو ببینه هم آخرت رو تا قبل از رونسانس جهان قرب دجال تک چشم راست چشمی بود اصلا برنامه برای دنیای مردم نداشت بعد از رونسانس دنیا رفت به سمت دجال تک چشم چپ چشمی و قرآن از ما چی میخواد؟ دین از ما چی میخواد؟ هر دو طور یه مومن هم به فکر دنیاش هم به فکر آخرتش تو میفهمه کدوم باقیه آخرت این دنیای فرصت های به من رو شما میدن که ازش بهره بریم برای آخرن خوش کسی که پول داره والا ما بده کور بشه هر نمیتونه ببینه فرصت خدا بهش داده ثروت داره فرصتی که ثروتمند برای خدمت داره من تو نداری میبینی چند تا آدم میتونه جایزه بده میبینی چند تا آدم فقیر و بدبخت رو بدبخت میتونه کمک کنه خوش و چند تا از این مراسمات میتونه فراهم بکنه یه مراسم میام شرکت میکنیم میریم آقا این دفتر و دستک و بالاخره این همه نمیدونم بلندگو و سیستم و موکت و صندلی و اینا از آسمون که نمیاد که فکر نکنید اینا یه وقت مثلا از آسمون نازل میشه حتما یعنی بانی داره اصلا آیه ولایت امیر رو توش زکات میاره میخواد بفهمونه تا شما زکات ندید ولایتی برپا نمیشه پول باید بدید هارون معروف به بخشندگی فقیر میرفت در خونش در کاخش میرفت هارون ملون 15 دینار میداد طرف میرفت در خونه امام کاظم 150 دینار میگرفت شیعه سنی هم نداشت هر کی میرفت میگرفت یعنی یه جوری کمک میکرد که طرف زندگیشو درست میکرد دیگه میرفت واش یه ماشینی میخرید میرفت اسنپ کار میکرد حداقل کار یه موتوری میگه پیک موتوری کار میکرد حداقل کار, 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 کار. حالا فردا نگن رایفی بگو ها زمان امام کاظم موتور بوده ماشین بوده خب من بگم دیگه آقا بیا این پولو بگی یه ماشین بخر بتونی باش کار کنی دنیا مهم بوده اما دنیا برای چی؟ دنیا برای گوسفند زندگی کرده مثل مانند گوسفندی زندگی کردن خب نه اگه نفر بخواد گوسفندی زندگی کنه اون گوسفند بهتر داره زندگی میکنه اصلا نه دغدغه‌ای دق داره نه چی اشغالش داره میکنه صبح میبرنش میاد چرا شب برمیگرده مش ازدواج نداره هر که تو گله دید خوشش اومد میره سراغش هر اینجا جوان بعد یک سال بره بیاد تا به بتونه مقدمات ازدواج همه چیز جور باشه بپسندن نپسندن نمی... اوه راحتن تاش هم میفته زپش میکنن به دردی میخوره و این نیست یه قرنیست زندگی کنه پیام انقلاب این بود نه اون یک تک چشمی رو قبول داریم نه این یک جفتش با هم بندگی کنار زندگی پیام انقلاب اینه این منطقه حالا اینکه یه عده از مردم فهمیدن یا نه یه بحث دیگه است اینکه یه سری از مسئولین اون فهمیدن یا نه یه بحث دیگه است اینکه تونستیم برای مبنا چقدر چند درصد خوب پیش بریم یه بحث دیگه است که خودم بنده جزء منتقدان جدی ام تلویزیون هم ممنوع هم. چرا چون من میگم این اصله اینو بگید به مردم ما انقلاب نکنیم شعب اندازیم بیرون فقط دو کار داشتیم اون نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی اصلا چرا ما از کمونیست خطرناکتر میشیم برای اینکه کمونیست بند خدا اون کمونیستان ها میگفتن یه چش اونا میگفتن دین افیون توده هاست مارکسیست چی میگفتن کمونیست ها همین حرف رو میزدن در نفی دین فرقی با غربی ها نداشتن هر تاشون برآمده از مدرنیته بودن اما انقلاب اسلامی حرف دیگه داشت انقلاب اسلامی گفتش که نه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی گفتن چی گفتن ما هر دو تو هم از همون اول هر کسی با آمریکا در میافتاد شوروی باش بود با در کی با شوروی در میافتاد آمریکا باش بود ما همون اول هم با شوروی هم با آمریکا در افتادیم تو جنگمون هم هر دوتاشون تاشون به صدام کمک کردن هر جفتشون تا تونستن کمک کردن و هر جفتشون علیه ما کار کردن اما هستی هستیم نارسایی هم اگر هست از اونجایی که خدا وعده داده نیست از اونجایی که خودمون خراب کاری کردیم نمیخوام بحث رو وارد مباحث سیاسیش بشم و الا بارها این آقایون مسئولین رو من به مناظره دعوت کردم گفتم تو حوزه کاری خودتون های جهانگیری به من بگو چرا ارز 4200 رو اعلام کردیم تا ما فرصت پیدا کنیم بر مردم حرف بزنیم که چهجوری میلیارد دلار سرمایه مملکت ریخت تو جیب وارد این آمریکا گفت اصلاه گذاشتن رو سر شما بریم معاهده پاریس امضا کنی که 17 میلیارد دلار تا 51 میلیارد دلار کشور خود رو متعهد کنی به کوچک کردن صنایع خودت در دوره که مردم دنبال کار میگردن تو قول بری بدونه که صنعت رو کوچکتر کنی برای کشوری که دارنده سوختای فسیلیه مثل ایران مثل روسیه مثل عربستان مثل قطر مثل امریکا معاده پاریس یعنی مرگ آمریکا از شما اومد بیرون اینا جفت دستی رفتن چسبیدن یکی از مسئولین و ویزا ندادن حالا ما این جزیاتش هم میدونیم یکی از مسئولین ویزا ندادن یکی دیگه جاش رفت امزا کرد این هم تقصیر آمریکاست آمریکا خیلی مقصره خیلی جاها ما تبرئه نمی‌کنیم پدر سوخته همه پدر سوخته هاست هنوز هم مردم دارن سختی‌هاش رو ضرباتی که مزدره دارن ما هنوز داغ آجقاسم فراموش نکردیم که با دستور مستقیم خود ترام به خبیس این اتفاق افتاد اما قرار نیست که نامرد باشیم همه چی میگردنش بله از این جهت که بله تقصیر کسانی نیست که آمریکایی فکر میکنن از این جهت بله هست تقصیر کسانی است که قبله آمریکا رو قبله اعمال میدونن حالا آره چل سال چی گرفتی؟ تو هر جا به خودت اعتماد کردی به خدا توکل کردی نتیجه هم دیدی هر جا رفتی جلو با تمام اسما دیگه تو برجام واقعا صادقانه تر از این نمیتونستی عمل کن هر چی گفتن قبول کردیم پیش دستانم رفتیم اجرا کردیم یا خود بیشترش هم اجرا کردیم و او فوبل کیل ما تا جایی که تونستیم وفا کردیم چیمون باید بیرون این وعده الهیه. میگه ببین آقا جون مؤمنی میگم بله میگه یه خدا بیشتر وجود نداره منم حرف من گوش میکنی یا نه این دجالا رو نه خدا حرف تو رو گوش میکنه من بستگی داره زور دجاله چقدر باشه با تیرکمو من هدف گرفته باشه یا با موشک اتمی بالاخره اثر داره بستگی داره خدای تو رو دوست دارم و منتها بستگی داره پسرم تو کدوم کشور داره درس میخونه تابعیت کجا رو دارم اینا هم بالاخره یه ربطایی داره خدا یه دز از مردم یه ده دل... علل خصوص اون شهدا که رفتن اونا جایگاه تاریخی انقلاب دیدن اصلا بحثشون شاه نبود نفهم حتی قربی ها نفهمیدن چی شده ببین توی دو سال امام میگفت جنگ جنگ تا پیروزی بعد اینا میگفتن خدا یعنی چی همه دنبالن جنگ تموشه یه خورده گذشت فهمیدن چی شده حالا دو سال از جنگ گذشته امریکایی یا شرق و غرب شوروی با همه به صدا فشار به ما که جنگ رو تموم کنیم ما میگفتیم نه امام اول گفته گفت اینا نفهمیدن چیکار کردن تو جنگ ما ساخته میشیم تو جنگ این پیام صادر میشه مفهم. الان هم دارا نداره از همون جنگ اینو به شما بگم و کسایی که تو اون جنگ بودن هنو همون نسلن دارن یه کارایی میکنن هنو همون تربیت هست یکیش قاسم سلیمانی بود دیگه مذاکره می‌خواستید یاد بگید می‌رفت از قاسم سلیمانی یاد می‌رفتید. اینا یه نظامی بود فقط. کی رفت پوتین آورد کشون تو جنگ سوریه؟ حاج تو... قاسم. دو ساعت باش، هرف ساعت قانش که کو بیور. این هم یه مدل مذاکره بود. چیزی هم نداد. بارها عرض کردم آقا بیایم صنعت ما رو مقایسه کنیم با صنایع نظامی و موشکی هم. اصلا جنس تکنولوژی فرق داره بعد بیای با تمام تحریم‌ها یوی تو یه سری از موارد جزء یکی دو تای اول دنیا بشه مثلا این موشکای زیر سطحی ما موشک هود تو دنیا فقط دو تا کشور میتونه بسازه آمریکا هم نمیتونه بسازه همین موشک دفنی که اخیرا رونمایی شد که هر جا بخوای خاک میریزی روش ده سال روش خاک بریزی هر موقع خواستی از زیر زمین میاد بینه فقط ایران میتونه بسید یعنی هیچ کس دیگه نداره ای یعنی میتونیسیم یه ماشینی بسازیم یعنی هیچ کی نداشت بشه. آره از این ساده تر بود به خدا قرار نیست با ده ماه پونزده ماه هفت ماه, هف ماه، هشت ماه سرعت باشه بخواد حرکت کنه پنج کیلومتر ثانیه سه کیلومتر توی ثانیه دو کیلومتر توی ثانیه نه یه صد و رو جاده بره لقلق نکنه ما مخلصش شماست نتیجه چیه؟ نتیجه. یه مثال دیگه هم بارها زدم هم جنگ تموم شدین یه سری از این جانباز ما رفتن والیبال چون منطقه که پاهاشون قد شده بودیم شدن وایستن. رفتن والیبال چی؟ نشسته از سالی که اینا رفتن اونجا والیبال نشسته ما قهرمان جهانیم ربط والیبال به جنگ من نمیدونم اما ربط یه چیز دیگر رو میفهمم اراده و خواستن اراده و خواستن میتونیم نهزت آزادی اونا هم تو انقلاب همراه ما بودن اونا هم ضد شاه بودن اما متوجه جایگاه تاریخ انقلاب شدیم که شاه بندازیم بیرون تازه اونم خیلی نمیگفتن شاه بنداز بریم گفتن شاه محدود بشه ایشون اون بالا مثل ملکه انگلیس مثلا حالا ملکه انگلیس انقدر محدود نیستا اصلا تاج انجام بده و یه. بعد دولت اینو دست جریان دموکراتیک باشه مثلا فقط ما از دیکتاتوری شاه نجات بدید و در همین حد میدیدن برای همین میگن خب انقلاب و بعدش نه آقا ما این کارا رو هم داریم نه آقا ما دیگه نیستیم خداحافظ مشکل بعضی از مذهبی های ما اینه که جایگاه تاریخی انقلاب رو نفهمیدن چرا نفهمیدن؟ چون جایگاه تاریخی کربلا رو نفهمیدن نهزت ما حسینی رهبر ما خمینی یعنی چی؟ اونوری ها فهمیدن ها؟ اونوری ها الان با واسطه با یه روش هایی، کتاب چاپ کردن تو قوم 300 صفحه که ما مثلا قیام نکرده گفتم پارسال براتون خب با امام حسین چی کارده؟ نه هرچی میکشیم از اوه که زیرا به قیام قبل از زور امام زمان رو بزنن هیچ کنه پر امام حسین چی کار کنیم؟ اینقدر واضح قیام کرده؟ نه قیام نکرده داشت از دست یزید فرار میکرد خواهفن یه ترقب بنده خدا امام حسین از مکه مدینه زد بیرون رفت مکه از مکه ما یه جا فرار کنیم یزید ما رو نکشه و اصل امام حسین خطرناک میشه طرف مثلا از علما هم بوده اتوا داده بود گوشت یخی حرومه بعد باش برخورد شده بود قبل انقلاب این هم دوستش انقلاب بشه برای چی؟ برای اینکه من گفتم گوشت یخی حرومه بعد با من برخورد کردن ای کاش شاه نمی بود از این برخورد من صورت نگیره اینم یه برداشت از نبود شاهه ما همون اول انقلاب کردیم نه شرقی نه غربی کله که کره زمین رفت کنار <تصفح> اسرائیل تو هم پدر سوخته با ارتباط نداریم آفریقای جنوبی او با من چی کار داری تو سیاپوستار رو داری میکشی نظام آپارتایدی با تو هم ارتباط نداریم منطقه رو دست ایران رو دست میگیریم بعد منطقه رو دست میگیریم خودمون صاحب انرژی بعد باشیم اینجوری نیست شما برای ما تعیین بکنید ما بعد قیمت تعیین میکنیم و شروع کردیم این خیز خیز تمدنی بود گفتم قدم های گام های تمدنی طولانی مدته اینجوری نیستش که شما برای مثلا یه،, یه،, سال دو سال پیش بره خود غربیا بست مدرنیته عرض کردم یه هشتاد سالش فقط کمونیست بعدش گفتن اشتباه کردیم ببخشید آ ما آدم مردن او به درک مردن زمانبره. این اینکه گام دوم خوانده شد یعنی از این به بعد دیگه بیاد برنامه ریزی کنید یعنی گام اول چه سال خوب برداشتی آ به پیر به پیغمبر نه من منکر مشکلات اون نیستم من لای همین مردم دارم زندگی میکنم همین که خودتونم مونتا بحثم سر چیه بحثم سر اینه که برید یه جا دیگه پیدا کنید رو کره زمین تمام دنیا جلوش وایستاده باشن هنو نفس بکشه خود شوروی جلو آمریکا نتونست دووم بیاره اصلا پاشید ما جلو جفت اینا در اومد جز ما کی زده تو گوشه اینا جز ما کی هواپیما اینا رو زده جز ما کی از اینا سرباز اسیر گرفته جز ما کی جرأت کرده موشک بزنه تو پایگاه نظامی اینا بیارید یه دونه بیارید مثال بیارید دیگه آقا داخل اساسا اصلا مسئله همینه و اونا فهمیدن که باید چی کار بکنن با نفوزی که تو داخل دارن با بی هایی که تو داخل دارن با غرب هایی که تو داخل دارن چی کار میکنن باید ببین کسی که اومده بگی که نه نه اشتباه میکردید فقط بندگی نه بعدش هم اشتباه کردید فقط زندگی نه بندگی و زندگی کنار هم دیگه میره چی کار کنی باید, باید بیای کاری کنی که بگی شما نه بندگی درست تونستید انجام بدید نه زندگی درست دقیقا این بیس و ریشه حملات عملیات روانی اقتصادی فرهنگی اجتماعی همه جوره به ایرانه باید فشار بیارید به مردم تا اینا اصلا ول کنن لن نصب را علا تا آمن واحد برسن به همون حرف قوم موسا بگن آقا بریدیم دیگه سیب زمینی پیاز. آیه قرآن بود تو خوندم این فضا باید روی ایران پیاده بشه اصلا مبنا اینه به شما بگم شما از فردا دین بکشید کنار از توی این که کارتون نداره اصلا نماز خوندن روزه گرفتن حج رفتن زکات چی چی اصلا اینا کاری ندارن من خب ما یه آدم هیئتی هستیم اهل بیتی هستیم ما وقتی می‌بینیم حرمات دلمون پر میکشه نگاه می‌کنیم دلمون تنگ میشه فکر کن بریم مشهد نتونی بری حرم امام رضا چرا سخته ها اما بنده با این وجود خدمت شما عرض می‌کنم که وقتی حکومت ما در حرم ها رو بست من گفتم به دوستان خیلی اتفاق مهمی افتاد ناراحتی ما اما این همون اثباته بود که نه چی. زندگی بخشی از بندگی ماست اصلا ما زندگی هم برای بندگی میخوایم آقا ما هم مریض میشیم دکتر میریم امام هم والا به طبیب مراجعه میکردن به دارو اعتقاد داشتم فکر نکنید حالا بعضی از جریان های افراتی من دیدم شکل گرفته آقا کلن دارو جیز است کلن دارو... اینا خطرناک اینا ربطی این افرات و تفریط ها ربطی به اسلام نداره ما یه واحد داریم تو محسن واحد سلامت همشون پزشکن هم. همشون پزشکن هم. یعنی درس دانشگاه خوندن اما خب آیا نسبت به طب سنتی بی تفاوتیم نه میگم آقا مثلا توی توی احادیث ما مثلا هست مثلا توصیه که امام کاظم فرموده مثلا این, دارو رو اینجوری درست کنید آقا بریم بررسی کنیم رفتیم بررسی که نتایج خیلی جالبی هم گرفت برخی از اینا مقاله شده داره مقاله میشه علمی بیاد بیرون این این زبان یا من جلسه ای بود مشهد بودم تماس گرفتم اما که آقا آیت الله تبریزیان مشهدن به جلسه ای باشه گفتم باش رفتم اونجا و اولین درخواست من این بود کسایی که درمان کردید پروندهش رو بیارید عکسی هم از ما اومد بیرون روی میز رو دقت کنید روی عکس نمیشه درمان شدگان اون پرونده رو من کپی گرفتم کپیاش بود آوردم به وارد سلامتمون دادم گفتم برید ببینید که ادعای سنگینه بودا یعنی یه سری بیماری های خیلی خاص رو درمان کرده گفتم برید ببینید اینا علمی چه اتفاقی افتاده زبان علمو میفهمم زبان علم یعنی چی یعنی شما مثلا میگه آقا این تعداد گلوبولای سفیدش انقدر بوده شده انقدر این آزمایش وقتی مراجعه کرده اینم الانش که ادعای وجود داره که چی شده خوب شده خب عکسش هم انتشار بده دیگه شبکه شما خیلی به من فوش دادن یه دیو حالا اونا نمیدونم اون دوره چطور دو میخوان جواب بدن اما من کار غیر منطقی کردم آقا یعنی شما ما مریض میشیم دکتر اینکه یه ایراداتی به ساختار پزشکی تو کشورمون و ساختار بهداشت و درمان داشته باشیم بله هست ساختار درمان محور به جای پیشگیری محور همین الان این همه کادر عزیز و شریف ما تو حوزه درمان دارن اذیت میشن برای اینکه مردم ما اعتقاد به پیشگیری ندارن مردم ما یه پا دکترن تو خونه های هممون تو یخچالامون تو درای این یخچالا پر قرصه یکی از این کشور اروپایی بعد مریض بشی ببینی بعد جون بکنی برای یه دونه قرص برای آسپرین بد, بد نمیدن برای استامینوفن بهت نمیدن و این ساختار ایراد داره کلی از پول این مملکت داره میره تو همین داروهای بیخود بری ببین مراجعه در هلند به بیماری به داروهای گیاهی چقدر در ایران چقدره بعد یه هلند کشور پیشرفته غربی قبول دارید دیگه تعجب میکنه که اونا چقدر بیشتر مراجعه میکنن به داروهای گیاهی و طبیعی تو ما که به دارو شیمیایی خب ایراده دیگه این ایراده تو سیستم های ما که آقا طرف تا میره بیمارستان از سر تو باشه اسکن کنن و خب این هزینه کی باید بده به مال به مال یعنی من تو طرف سرباز شده بود دفترچه نیرو مسلح گرفته بود گفتم چون هر از چنگا میرم امارای میگیرم <تص> برای چی خوب 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 ارزون الان مفت میفته تقریبا پولش کی باید بده این بیت المال آقا ما یه سامانه بود سامانه پرونده الکترونیک سلامت سپاس قرار بود را بیفته چقدر خوب بود یعنی هر کدوم ما پرونده الکترونیک داشتیم تمام بیماریامون داروهایی که میگرفت همه ثبت میشد بعد خیلی راحت میشد یعنی وقتی اونجا پزشک میخواست خدمت شما عرض کنم یه دارو برای شما بنویسه میدونی تو کی اصلا دفترچه مفترچه ها جمع میشد دکتر دارو نمی نوشت که بعدا نتونن بخونن خطشو خرچن واقعه. دکتر دارو انتخاب میکرد الکترونیکی تو میرفتی دارو خونه دارو آماده بود یعنی این که مشخص بود تو همونی که قبلا پزشک برات نوشته برگه دفترچه دزدی نمیشد اینا نیست تو سیاره توی منظومه یا نمیدونم چی چی توی اونجا بعض موقع دفترچه ها برگاش ازش سوء استفاده میشه حالا یه روزی راجع به من مفصل صحبت خواهم کرد ان شاء عمری باقی باشه خب که این چه اتفاقاتی افتاده داروخونه قرارداد بسته با پزشک اینا رو میفرسته این طرف دیفنیدرامیناش هیدرامیناش باد کرده برو دستش دکتر براش نسخه نوشته میری سه تا دیفنیدرامین اجازه نوشته دیفن هیدرامین خود چیکار کنه گفته میریزی تو باش پاشوره میکنی اون پول بیت المال ها حالا گرفتی یه جمله بگم ملعت بتونکم مال الحرام اما عبدالله چه جلوم بایست شکماتون شکماتونم مال هرون پر شد هر کسی توانایی ایستادن جلو ولی یه نداره چون در لحظه نخست باید در مقابل فطرت خودش بیسته امام حالت ایدئال همه ماست امام اون ایدئال ترین جایگاه که یک انسان میتونه بهش برسه تو وقتی در مقابل امام میستی در مقابل خوب بودن خودت میستی چرا طرف جلو خوب بودن خودش میسته چون به بدی عادت کرده چون عادت کرده ماسمال ما کنه بگه آقا همه میخورن ما هم بخوریم ما نخوریم یکی دیگه میخوره آقا سفره پنه من نگیرم یکی دیگه میگیره عادت کرده این بلده مغزش بلده از این فرامین بهش بده نفسش بلده این جای دیگه هم گیرو کنه از این فرامین بهش میده یه لحظه همبازی ابو عبدالله همبازی امام حسین در بچگی با هم بزرگ شدن گیر میکنه بین گندم ری و سر ابو عبدالله پس یه کربلای خواهشان توهمی برای خودمون نسازیم یه کربلای محصور و گیر افتاده در 1400 سال پیش برای خودمون نسازیم ویژگی های یاران امام حسین فهمیدن آقا امام حسین نیومده فقط یه یزید بزنه که اومده یه تاریخ بسازه نریم باهاش بدبخت ترین آدمای روی زمینیم آقا راهش همینه باید خونمون ریخته بشه که تو به کل دنیا اثبات بشه فردا اگه خون ما ریخته نشه میگن اینا یه قصه آچه از جون عزیزتر اصلا باید زن و بچه باشن تو اونجا تا دهنا بسته شه نگم برای حکومت رفت کم بیشتر بیشتر میخواست مثلا دو تا ایالت می‌خواد یه ایالت بشه دیگه ایالتو برای کی میخواد برای جونش می‌خواد برای زن و دیگه این بیشتر میخواد باید اینجوری باشه و باید رزالت اونا تو چش بیاد برای همین این حادثه یه نقش آفرینی مثل حضرت علی اصغر باید داشته باشه بگی نگاه کن اینا به کنوانسیون های بین هم متحد نیستن که زن و کودک در امانن میخوام سب بشه تو تاریخ فعلضا کسایی میتونن کربلاها رو شناسایی کنن تا حرفم اینه اون اون نقا... زمانهای خاص و رو هوا بقاپن. که یه عمر یه عمر مقابله با نفس کردن یه عمر مرام داشتن یه عمر فطرتشون براشون مهم بوده یه عمر اهل بخشیدن بودن یه عمر اهل رحم کردن بودن زندگیش این بوده یه عمر معدب بودن هر رو میدون چی داد اونجا که از از عبدالله برگشت هر چه امام حسین میفرمود رد رد می با بذار برم سمت یمن نمیذارم برم سمت ایران نمیذارم بذار برگردم نمیذارم حضرت فرمان مادرت به ازاد بشینه من چی کار کنم برگشت همینو متقابلا بگه تا خواست بگه یا یادش افتاده پسر حضرت زهراست حضرت زهرا برای اهل سنت هم بسیار مقدس بعد از پیامبر بالاترین جایگاه رو در اسلام مبتنی بر عقاید اهل سنت از زهرا داره یعنی اگر یک سنی همینو قبول نداشته باشه غیر عقاید خودش حرف زده دقت فرمودید موند و من برگردم به زبونم دال به دختر پیامبر یه وقت چیزی بگم خب نه دیگه خریدنش بعد البته مرام امام دیده بود وقتی لشکر هو رسیدن مستحذری دیگه اینا آب نداشتن جنازه بودن تشنگی برشون غلبه کرده بود ابو عبدالله منزلگاه قبلی دستور داده بودن که آب بیشتر بردارید آوردن خود حضرت حتی فرمود که آقای بین آب بدید اینا تشنست ممکن تونتون بخورن مرکباشون یه وقت نمیرن به فکر مرکباشون بود نمیرن خود حضرت شروع کرد و این نفر رو آب داد اینا ها اومدن خب یکی از این کسایی که سیراب شده هره یکی از کسی همون تعانه اون نیز زن هر اینجا بر میگرم اون بر نمیگرده بر که نگشت هیچ نمیدونی چی کرد واقعا شما فکر کردی خدا ما رو همینطور تو رافرید یه زندگی حیوانی داشته باشیم تک تک ما این به های تاریخی رو باید تشخیص بدیم اون جایی که باید داد بزنیم اون جایی که باید سکوت کنیم یاران امام حسین کسایی بودن که 20 سال از 20 سال قبلش ده سال زمان امام حسن ده سال زمان خود امام حسین جلو معاویه سکوت شرایط فراهم نیست به مردم باید اثبات بشه بنی اومای دروغ گوهن به مردم باید اثبات بشه اینا دزدن به مردم باید اثبات بشه و اینا فایده نداره و اینا امام حسن قیام میکرد با این جماعت قیام میکرد خب امیر المایم جنگ نکرده امیر قی... قیام دیگه چیه؟ مگه نیدی چه بلایی سر حضرت تو صفه اینا بردن؟ مردم باید توجیه بشن قرآن خونا بلا سر امیر المایم پیشونی هاشون مثل زانوی شطور زخم داشت احمقا صبح تا شب تو سجده بودن شمشی کشتن جلو هم میرن رو کن. این افراد جلوی اهل بودوای میستن قیام کنی اینا و باید توجیه شن سکوت کنی بگی چشم باشو بریم آقا بریم بریم مذاکره کنیم. بریم چشم اثبات میشه بهتون اثبات میشه طرف مقابل پدر سوخته است اثبات میشه جلو بنی امیه وایستادی اثبات میشه بهت که جلو عهد رو میزنه روی تمام پیمان ها میزنه زیر همه اینا امام حسن معاهده نوشت چند دوازده تا سیزده تا چقدر بند داشت هر دوازده سیزده تا رو زد زیرش یکی از با... اصلا چک سفید امضا فرستاد برای امام ام حسن گفت ببین تو فقط حکومت تو من بده هر چی بنویسی من قبول میکنم یکی از شرطایی که امام حسن نوشته بود این بود که علی ابن ابی طالب رو تو مجالس و تو مسجد ها لعن نکنید برگردون اینو اهل سنت نقل کردن معاویه گفت همه قبول جز این نه مهمه من زمانی میتونم حکومت کنم که علی تو این جامعه زبانم لال ملعون باشه اگه علی الگو باشه که جای من نیستش که من صبح تا شب با, با علی ابن ابی طالب مقایسه بشم معلومه خرابکاریه امام حسن اهل سنت نمیشتن اینو اما حسن نوشت که پس در اون مسجدی که فقط من هستم لعن نشه اون مسجدی که خدا میریم نماز میخونیم اونجا کسی پدرمون رو لعن نکنه جلو چشم که بعضی میگن اینجا دیگه قبول کرد که البته نوشتن که به همان هم پای بند نماند بعد مردم اثبات بشه قشنگ جوابی افته. قول داده آقا قول داده بعد خودش خلیفه تعیین نمیکنه و این یزید کجا در آمدی؟ بعد فهم مردم بره بالا اینو برای کی میخوای حکومت کنی ای قرار من نمیفهم حکومت کنم که چی بشه مثلا حاکم باشیم میگم رئیس جمهور من میگن سفیر وزیر و مهم نیستش رئیس جمهور کدوم قبرستون در هم. سفیر کیام وزیر کیام خب این همه رئیس جمهور تو دنیا این همه سفیر و وکیل اگه قرار نه یه فرصت حکومتی به وجود بیاد برای زیر، ایجاد زیر ساخت هایی که حکومت را امام زمان عجل الله رو تسریع کنه و خیلی فرق میکنه که بشه رئیس جمهور کی سفیر کی وزیر و از غذا قرار همین مردم تعیین کنن چه کسی وزیر و سفیر بود. چون همین مردم میگن حکومت امام زمان میخوایم چون از اگه مردم حکومت زمان امام زمان نخوان امام زمان برای کی میخواد بیاد مردم نخوان که امیرالمومنین دم دست بوده که به شهادت رسوندنش امام حسن دم دستش بوده پسش زدن گفتن آقا شما رو نمیخوایم معاویه رو میخوایم برو خونه این جایگاه تاریخی رو نمیدونن نمیدونیم آقا روکش به شما بگم ما انقلاب کردیم <تصفح> من تو توییتر هم یک انقلابی بیزار از چپ و راست من که از چپ و راستشون حالا بهم به میخور چون اصلا مسیر انقلاب چپ و راست نداره که سرات مستقیمه یعنی چی؟ راستی بودن از این حس یعنی مراقب اصول دینی تو انقلابیت باشه خب خیلی خوبه چپی بودن به این معنی که ارتقا بدی به روز بکنی جلو انحرافات رو بگیری اصلاح طلب باشی اصلاحات به وجود بیاری جلو فساد رو بگیری خب خدا پدرتون بیا بیامرزه این دوتا با هم در تضاد نیست امام حسین هم اصلاح طلب بود هم اصول حضرت میفرماد رو به سیرت جدی من طبق سیره جدم میخوام عمل کنم یعنی کاملا اصول گرام اصولم مشخصه اصولم اصول پیغمبر امیر المومنی. از اون طرف هم میفهم من برای اصلاح امت جدم آمدم اصلاح طلبم یعنی امت من امت جدم از اصولش منحرف شدن دوباره برگردن دارم سمت فساد میرم با دور برگردن این اگه فضاست اگه این بنا مبناس بسم الله خدا پدرتونو رو بیامرزه مخلصتون از نکته آخرم بگم ارزم تمام چند روز پیش بود یه مسئله در مورد این مربی فوتبال دارم که چون فوتبال بیشتر مردم حسش کردن رقمش کچکتر آن نسبت به گندوی دیگه اما چون فوتباله بالاخره دیگه فوتبال جذابیت داره دو اومدم یه بحثی رو انداختم شبکه اجتماعی با عنوان محاکمه مسئولان ناکارآمد گفتیم آقا من با دزده کار ندارم ما یه میل بیت المال داریم یه حیف بیت المال داریم یه میگه حیف و میل میکنه یه دمی میل میکنن خب اختلاس کرد. بعد پدرش بگی اصلا دارش بزنی 60 بار مشکل نداریم خب محاکمهش کنه طبق عدالت باش برخورد بشه زندان باید بره بره زندان هر بره. یه سری داریم اینا حیف بیت المال انجام میدن یعنی با یه تصمیم خرابکاری که میزنه یه هوی مثلا این 500 میلیارد تومن پول به تون مال خراب با یه تصمیم تو اضافه وارد کردن یه چیزی مونده تو انبارا فاسد شده برنجا رو میگه تبدیل کنید به الکل. این نه جای پاسخ خوب باشه من گفتم مسئولانه نه گفتم مسئولانه دوزد گفتم مسئولانه چی؟ نا کار آمد اگه چهار تاشون شما بگیرید محاکمه بکنید این از میفهمه که میگیره به پاش مینویسن فلزا قبل تصمیم خوب فکر میکنه از ده تا کارشناس بهره میبره میره تجربیات جهانی رو نگاه میکنه این درست بعد همزمان که داشتم اینو میزدم احساس کردم یه سری از این طرفدارای دولت بهشون برخورد بود به من حمله کردن یه چوبو برداری بعضا در میرن خب بعد من دیدم اینجوری همون زمان یه توییت هم زدم گفتم آقا از وزیر محترم راه و شهرسازی هم دمش کرد کار خیلی خوبی هم کردین سامانه املاک آورد بالا بفهم بالاخره یه نفر چند تا خونه داره آدم اونجا اسم ثبت کرده 600 تا خونه داره تو همین سامانه در اومده تو الانا 600 تا خونه یه نفر داره بعد تو کارگر توی کارمند باید مالیات بدی این مغازدار باید مالیات بده این که 600 تا خونه داره مالیات نباید بده چرا؟ چون قانونشون نداریم این ناکارآمدی نیست خونه ها رو انداخته همینجوری قیمتو رو بعضی از اون انقدر خونه دارن وقت نمی کنه رو بده فقط یه قانون میتونه باشه آقا برای این خونه ها مالیات ببندی. وقتی مالیات بهش بسته بشه مجبور میشه اینا رو عرضه کنه میگه عرضه کنه 600 تا خانواده میرن اون تو یعنی رقابت برای عرضه خونه یعنی پایین اومدن قیمت خیلی واضحه اینا هم تقصیر مربی فوتبال رو فهمیدی چرا چون سرتون به فوتبال بنده طرف تصمیم گرفت نشستن دور دیگه آقا دلار رو بدیم چار و دیویست داداش چرا چار و پونسد نه چرا سو و نه چرا سه و هشتت و, هشتت و هفت تومن پنگ نه چار و از کجا بهت وحش شد با کدوم فرمول محاسبه کردی کجا باید بیا اینو جواب بدی جلو چهار تا کارشناس اقتصادی یازده هزار میلیارد تومن پول رو برای واردات گوشت نیم درصد قیمت گوشت رو پایین از ارمنستان و رومانی و کجا گوش وارد میشد از این ور میرفت عراق بعدا فهمیدم عجب این وار... پوله رفته جبه وارد کننده ها و از این طرف از اون ها کننده ها یعنی قاچاق کننده ها به عراق وارد کننده ها از اروپا و ارمنستان ما چی؟ میچی گوشت همون 100 و دقیفهم 11ده هزار مل... قرار دادیم؟ بابا چند تو بود و... 1۱ 16, 160 تا چقدر شد۷ تا صد6 میلیارد 11ده هزار میلیار تومن فرق ۱۶ تامن و 11ده هزار. 11, چطور این نمی میفهمیم اون رو نمیفهمیم بریم اینجا سرمون به فوتبال و این چیزا بنده فرصتی بود دیگه ها؟ من هی گشتم چجوری به مردم بگم چیه خب شما فکر نمیکنی وقتی حرفو میزنی دشمن تراشه میکنی و چرا دیگه این باید مهم باشه یا فهم مردم وقتی میشینی یا میینی که خب محرم داره شروع میشه پیرم مشکی راستی دارم امسال خب خجالت میکشی یا حال در خود به هم میخوره دیگه یا دمدا آزادگی مقابله با زور نونم رشد دادن مردم صحبت کنی در دم مورد امام حسین بعد حیا میکنی دیگه مثلا تو خیابون راه بری اسم هر خیابونی ببینی اسمی شهیدیه بعد اون رفته جوانیش گشته بعد تو بگی حالا ما همینجا سکوت بکنیم کربلا نمیذاره برام میگم حیات بخشه اصلا دقیقا با زندگیامون کار داره با اقتصادمون کار داره با گرونی ارزونی کار داره با کارآمدی و ناکارآمدی کار داره این کربلا خطرناکه حالا خدا وکیلی چند نفرمون جایگاه انقلاب اسلامی رو برای پیگیری مصوبات و آشورا در دنیای امروز این, این انقلاب اسلامی پیگیری مصوبات و آشورا در دنیای امروز چند تا مون فهمیدیم چند تا مسئولینمون توجیهن این مسئله است حالا انشاءالله فردا بقیه مسئله خدمتون عرض میکنم تجیل در فرج قطبه آلم میکنم حضرت صاحب از زمان استفاده گمیم از مدعی برادرم سلواتی ند